به نام خدا و با سلام، عرفان سلیمی پور هستم، دکترای مهندسی مکانیک در گرایش تبدیل انرژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. با آموزش تحلیل جریان سیال و انتقال حرارت در محیط برنامه نویسی فورترن در خدمت شما هستم. خب در ابتدا اصول شبیه سازی با استفاده از CFD مطرح میشه و یک سری مفاهیم اولیه رو اینجا بیان میکنیم. خب بیان مفاهیم اولیه، اول ببینیم که CFD چی هست. خب CFD مخفف Computational Fluid Dynamics به معنای دینامیک سیالات محاسباتی هستش. در واقع CFD یک روش عددیه که مبتنی بر ریاضیاته، یعنی در واقع ما با یک مفهوم ریاضی طرف هستیم و در این مورد میخوایم صحبت بکنیم. کاری که CFD برای ما انجام میده اینه که معادلات حاکم بر مسئله ما رو از حالت پیوسته به حالت گسسته تبدیل میکنه. عموماً ما از CFD برای حل مسائل دینامیک سیالات و انتقال حرارت استفاده میکنیم، هرچند برای سایر معادلات هم میتونه قابل استفاده باشه. خب ببینیم که در واقع این CFD چه مزایایی داره. CFD یکی از مزایایی که داره اینه که جزئیات تحلیل جریان رو برای ما مشخص میکنه. ما وقتی یک مسئله رو به کمک CFD حل میکنیم، تمام جزئیاتش رو دسترسی داریم. به عنوان مثال ما فرض کنیم که اینجا جریان عبوری از یک ساختمان رو میخوایم بررسی کنیم. خب علاوه بر خطوط جریان میتونیم از کانتورهای سرعت و فشار استفاده کنیم و مناطقی که فشار بیشتر یا سرعت بیشتری دارن رو روی هندسه‌مون ببینیم. یا مثلا در مورد شکل سمت راست، جریان هوای اطراف یک اتومبیل رو میتونیم تحلیل و بررسی بکنیم. خطوط جریان اختشاشات پشت اتومبیل رو به ما نشون میدن و همینطور کانتورهای فشار میتونن مناطقی که فشار بیشتری به این اتومبیل وارد میشه رو برای ما مشخص بکنن. خب یکی از مفاهیم مهم در CFD مفهوم گسسته سازی یا دیسکریتیزیشن هست. به طور خلاصه میتونیم بگیم که به تقریب زدن یک کمیت در تعداد محدودی نقطه گسسته سازی میگیم. به عنوان مثال فرض کنید که ما یک منحنی داریم روی محورهای افقی و قائم، رسم شده که خب به صورت یک خط پیوسته مشاهده میشه. حالا ما اگر تعدادی از نقاط این خط رو مشخص بکنیم، در واقع یک تقریب گسسته از منحنی پیوستهمون رو داریم. یعنی به جای اینکه بی نهایت نقطه که در کنار هم یک خط رو تشکیل میدن داشته باشیم، یک تعداد نقطه محدود داریم که البته اگر این نقاط رو به همدیگه وصل بکنیم، یک تقریبی از منحنی پیوسته رو به ما میدن. این در واقع میشه همون مفهوم گسسته سازی. علاوه بر این ما یک مفهوم دیگه داریم به نام شبکه محاسباتی یا کامپیوتیشنال گرید. خب شبکه محاسباتی یک فضاییه که ما معادلاتی که به کمک حالا روش‌های CFD گسسته کردیم رو روی این شبکه پیاده سازی و حل می‌کنیم. به عبارت دیگه ما از شبکه محاسباتی برای تبدیل فضای فیزیکی مسئله مون که یک فضای پیوسته هست، چون به هر حال معادلات ریاضی حل میشه و معادلات ما پیوسته هستن، اون رو میایم روی شبکه محاسباتی گسسته می‌کنیم. حالا این شبکه محاسباتی ما بعداً برای حل معادلات حاکم مورد استفاده قرار می‌گیره. یه نکته اینجا وجود داره، اونم این که خب ما چجوری می‌تونیم شبکه محاسباتیمون رو مشخص بکنیم؟ چه ناحیه‌ای رو ما باید به عنوان شبکه در نظر بگیریم؟ خب ما دو تا دسته‌بندی داریم. برای جریان‌های داخلی، مثلا جریان سیالی که از داخل یک کانال یا یک لوله عبور می‌کنه، یا مثلا انتقال حرارت هدایتی یا کاندانکشن که درون یک جسمی برقرار میشه، ما همون هندسه مد نظر اون رو شبکه بندی یا به عبارتی گسسته می‌کنیم و بعداً معادلات رو اون نقاطی که به دست اومده حل می‌کنیم. اما اگر جریان ما خارجی باشه، مثلا جریان هوای اطراف هواپیما یا اتومبیل یا مثلا پرهای توربین بادی، خب در این صورت ما جسم جامد رو که نباید شبکه بندی کنیم، ما یک فضای سیال در اطراف اون هندسه رو باید شبکه بندی کنیم. حالا اینکه این فضا چه ابعادی داشته باشه، خب اینجای بحث داره که بستگی به مسئله مورد نظر ما داره. خب به عنوان مثال شکل سمت چپ رو اگر نگاه بکنیم، یک زانویی هست که جریان از سمت چپ وارد میشه و به صورت قائم به سمت بالا خارج میشه. خب یک جریان داخلی هستش که داخل یک لوله هست و بنابراین می‌بینیم که داخل این هندسه شبکه بندی شده و به یک سری نقاط تبدیل شده، یعنی در واقع گسسته شده. اما شکل سمت راست جریان خارجی هست، چون جریان اطراف یک اتومبیل رو ما می‌خوایم حل بکنیم، بنابراین باید اطراف هندسه‌مون رو شبکه بندی بکنیم و خود جسم جامد که اتومبیل هست رو اینجا دیگه نیازی نداریم گسستش بکنیم. هر مسئله CFD سه تا رکن اصلی داره که اینا رو باید بهش توجه بکنیم. نکته اول اینه که خب قبلا هم صحبت کردیم، محیط پیوسته باید گسسته بشه، چون ما کلاً CFD به این صورت عمل میکنه، یعنی با محیط‌های گسسته کار میکنه. معادلات حاکممون باید گسسته بشن. این معادلات میتونه معادلات انتقال گرما باشه یا معادلات جریان مثلا ناویر استوکس باشه. خب اینا باید گسسته بشن و تبدیل به معادلات جبری بشن، یعنی اگر فرم دیفرانسیلی یا انتگرالی دارن باید تبدیل بشن به یک سری معادلات جبری. و نهایتاً معادلات جبری که به دست اومده رو برای هر نقطه از شبکه محاسباتیمون باید حل بکنیم.
خب میپردازیم به بررسی روش های اصلی گسسته سازی در CFD. ما در CFD سه روش اصلی برای گسسته سازی معادلات حاکم داریم که عبارتند از روش اختلاف محدود یا finite difference، روش حجم محدود یا finite volume و روش المان محدود یا finite element. خب حالا ببینیم اول روش اختلاف محدود چه ویژگی هایی داره. اختلاف محدود یکی از روش های قدیمی برای حل معادلات دیفرانسیلی هستش. این کلمه دیفرانسیلی رو به صورت فونت ضخیم نوشتم چون اهمیت داره و ما حتما باید معادلاتمون فرم دیفرانسیلی داشته باشن و اساس این روش هم برمیگرده به بست سری تیلور. اما علاوه بر بست سری تیلور میتونیم از چند جمله ها هم برای گسسته سازی در روش اختلاف محدود استفاده بکنیم. ویژگی سوم این روش اینه که دقت هاش میتونه از مرتبه های مختلف باشه. هرچی مرتبه دقت بالاتر بره، خب جوابمون به جواب واقعی نزدیکتر خواهد بود. البته ممکنه با افزایش دقت یک سری مشکلاتی هم به وجود بیاد که حالا در ادامه در این مورد هم صحبت خواهیم کرد. حالا فرض کنیم که من میخوام یک معادله، مثلا معادله دیفرانسیلی پیوستگی رو به روش اختلاف محدود گسسته کنم. برای این کار کافیه مشتقاتمون رو به صورت عددی بگیریم. فرض کنیم که این یک شبکه محاسباتی باشه. نقطه مرکزی ما اندیس آی و جی داشته باشه. آی مشخص کننده شماره ستون هست. آی منهای 1، آی و آی به اضافه 1 و اندیس جی مشخص کننده شماره ردیف ها باشه. ردیف پایین جی منهای 1، جی و ردیف بالا هم جی به اضافه 1. و فواصل هم به این صورته که فواصل افقی دلتا ایکس هست و فواصل قائم دلتا وای. در اینجا ما فرض کردیم شبکه‌مون یک نواخت باشه، یعنی فواصل در جهت افقی با هم برابر، در جهت قائم هم با هم برابر باشه. خب من روند یو به روند ایکس رو باید به این صورت بنویسم. خب چون در جهت ایکس دارم مشتق میگیرم، میشه نقطه سمت راست یعنی ستون بعدی یو آی به اضافه 1 و جی منهای یو آی منهای 1 جی تقسیم بر فاصله بین این دو تا نقطه که میشه دو تا دلتا ایکس. به اضافه خب روند وی به روند وای داریم، چون وای هست باید در جهت قائم مشتق بگیریم، یعنی ردیف ها عوض میشن، میشه وی آی و جی به اضافه 1 من های وی آی و جی من های 1 تقسیم بر فاصله که میشه دو تا دلتا وای. و این یک نوع روش اختلاف محدود است. البته دو اختلاف محدود روش دیگه هم هست، این حالا بهش میگیم روش اختلاف مرکزی، ولی روش های دیگه هم داره که حالا در اینجا فعلا در موردش صحبت نمی کنیم. اما بپردازیم به روش حجم محدود. روش دیگه ای که برای گسسته سازی داریم روش حجم محدود، من تا ویژگی که داره اینه که فقط برای معادلات انتگرالی استفاده میشه و اگر بخوایم برای معادلات دیفرانسیل استفاده کنیم اون ویژگی هاشو از دست میده، یعنی اون مزایاشو از دست میده. مهمترین مزیت روش حجم محدود اینه که ما توی معادلات انتگرالی ازشون استفاده بکنیم، چون همونطور که میدونیم معادلات حاکم بر مسئله هم میتونن به فرم دیفرانسیلی نوشته بشن هم به فرم انتگرالی. اما اگر به فرم انتگرالی داشته باشیم به لحاظ فیزیکی قابل درک تره. چرا؟ چون مستقیما از قوانین بقا استخراج میشن و بعدا تبدیل به معادله دیفرانسیلی میشن. و مورد سومی که معمولا ما از روش حجم محدود برای مسائل مکانیک سیالات و انتقال حرارت استفاده میکنیم، هرچند برای سایر معادلات هم قابل استفاده هست. به عنوان مثال اگر من همون معادله پیوستگی رو بخوام به فرم انتگرالی بنویسم و به روش حجم محدود گسسته کنم به این صورت در میاد. اولا اینکه خب شبکه ما یه چنین شکلی داره، ما اینجا تو روش حجم محدود باید حجم کنترل تعریف بکنیم، مثل خیلی از مسائلی که قبلا توی درسایی مثل مکانیک سیالات یا ترمودینامیک به این صورت عمل می‌کردیم. یه حجم کنترل داریم، سطوح ورودی خروجی داره. خب از سطوح قائم فقط مؤلفه یو میتونه عبور بکنه، اینجا وی از این سطح اصلا نمیتونه عبور بکنه چون مماس هستش، و همینطور روی سطوح افقی فقط وی میتونه عبور بکنه و ما نمیتونیم مؤلفه یو رو از این سطح افقی وارد حجم کنترل کنیم. بنابراین اگر فرم انتگرالی معادله پیوستگی رو بنویسیم که میشه انتگرال رو یو دات دی آ، خب اینو میخوام انتگرال بگیریم دیگه، ما حد بالا و پایین برای انتگرال میذاریم. سطح سمت راست اسمش رو اندیس ای گذاشتیم به معنی ایست یا سلول شرقی، سطح سمت چپ دبلیو یا وست سلول غربی، سطح بالای ان به معنای نورث یا شمال و سطح جنوبی پایینی که با ساوت یا جنوب نشون میدیم. معمولا توی روش حجم محدود از این جهت‌های جغرافیایی استفاده می‌کنیم که مفهوم بهتری برای ما داشته باشه. پس بنابراین اینها رو در هم ضرب می‌کنیم، میشه رو یو آی ای منهای رو یو آی دبلیو سطح سمت چپ یا وست. به اضافه خب سطح بالا و پایین دیگه یو ندارن، وی دارن، چون یو از اینا عبور نمی‌کنه، میشه رو وی آی ان منهای رو وی آی اس. بنابراین این میشه گسسته سازی معادله انتگرالی پیوستگی به روش حجم محدود. خب روش سوم روش المان محدود هستش که این روش هم در بسیار از موارد به روش حجم محدود شباهت داره و معمولا به این صورت که یک سری توابع وزنی در نظر گرفته میشه و حل ما به صورت حاصل جمع اون توابع وزنی تخمین زده میشه و بیشتر کاربردش البته در مکانیک جامدات، هرچند تو مکانیک سیالات ما روش های المان محدود رو داریم.
ولی چیزی که عمومی تر هست توی سیارات روش هجمحدود هستش. در این بخش به بررسی معادلات کلی حاکم بر جریان سیال و انتقال حرارت میپردازیم. خب معادلات حاکم بر دینامیک سیالات و انتقال حرارت عبارتند از معادله پیوستگی که بیان ریاضی قانون پایستگی جرم هست، معادله مومنتوم که بیان ریاضی قانون دوم نیوتن هست و معادله انرژی که بیان ریاضی قانون اول ترمودینامیک هستش. ما میتونیم معادلات حاکممون رو به دو فرم دیفرانسیلی و یا انتگرالی بنویسیم که قبلا هم این رو توضیح دادیم. اگر از فرم دیفرانسیلی استفاده کنین، باید بریم سراغ روش اختلاف محدود و اگر تصمیم داریم که با روش حجم محدود مسئله رو حل کنیم، باید معادلاتمون رو به فرم انتگرالی بیان بکنیم. خب در ابتدا معادلات انتگرالی حرکت سیال رو به شکل برداری می‌نویسیم. شکل برداری معادلات بر اساس قضیه انتقال رینولدز که در مسائل سیالاتی عموماً مطرح میشه می نویسیم. به این صورت روند به روند تی انتگرال روی حجم دبلیو دی اومگا به اضافه انتگرال روی سطح اف سی منهای اف وی در دی اس مساوی صفر. دبلیو بردار متغیرهای بقایی هستش. اولین معادله معادله پیوستگی، معادله دوم معادله مومنتوم در جهت ایکس، بعد معادله مومنتوم در جهت وای، معادله مومنتوم در جهت زد و آخرین معادله هم که میشه معادله انرژی. FSC بردار شارهای جابجایی هستش، در واقع شارهایی که عامل انتشارشون سرعت جریان باشه، و FV بردار شارهای لزج یا ویسکوس هست که عامل انتشارش در واقع لزجت سیار هست. V هم V بزرگی که اینجا نوشتیم بهش میگیم سرعت انبوت بر سطح. خب حالا اگر معادلات دیفرانسیلی رو بخوایم بررسی کنیم به این صورت میشه. معادله دیفرانسیلی پیوستگی میشه روند رو به روند تی به اضافه روند رو یو به روند ایکس به اضافه روند رو وی به روند وای به اضافه روند رو دبلیو به روند زد مساوی صفر. اگر ما جریان تراکم ناپذیر داشته باشیم، خب این روها خارج میشن و این عبارت اول صفر میشه، یا مثلا اگر ما میخوایم مسئله دو بعدی رو حل کنیم، عبارت آخر صفر میشه. معادلات دیفرانسیلی مومنتوم به سه نوع نوشته میشه. خب به خاطر اینکه مومنتوم یک معادله برداری هستش و باید در جهت ایکس و وای زد نوشته بشه و همونطور که میبینیم میشه سه تا معادله. اما اگر ما سیالمون رو نیوتونی فرض کنیم، در این صورت معادلات مومنتومی که اینجا بیان کردیم تبدیل میشن به معادلات ناویر استوکس. علاوه بر این اگر ما از فرض تراکم ناپذیری و همینطور جریان دو بعدی استفاده بکنیم، ما این سه تا معادله رو تبدیل میشه به دو تا معادله ساده تر به این فرمی که مشاهده میشه. معادله دوم که معادله مومنتوم در جهت وای هست، یک دونه منفی روجی داره. این در واقع با این فرض بوده که ما شتاب جاذبه‌مون در جهت وای باشه. و اما معادله دیفرانسیل انرژی که میبینیم معادله پیچیده تریه و تابعی از مشخصهای جریانه. حالا اینجا هم اگر ما یک سری فرضیاتی رو به کار ببریم، مثلا فرض کنیم که اثرات لزجت قابل صرف نظر کردن باشه و همینطور این کاک ضریب هدایت حرارتی است اگر ثابت فرض بشه، در این صورت معادله بالا به معادله ساده تر پایین تبدیل میشه که خب طبیعتا حلش هم برای ما ساده تر هستش. میپردازیم به معرفی انواع روش‌های انتقال حرارت. خب اول ببینیم که انتقال حرارت چجوری اتفاق میفته. خب وقتی که دو تا جسم با دماهای متفاوت با هم در تماس قرار میگیرن یا به هر شکلی با هم دیگه در ارتباط قرار میگیرن، انرژی گرمایی از جسمی که دمای بیشتری داره به جسمی که دمای کمتری داره منتقل میشه. این بیان دقیقا منطبق با قانون دوم ترمودینامیک است و کاری که انتقال حرارت انجام میده اینه که باعث میشه انرژی درونی جسم یا اون سیال ما تغییر بکنه. و همونطور که در این شکل مشاهده میکنیم، ما انواع مختلفی از انتقال حرارت رو داریم. عموما به سه نوع اصلی تقسیم بندی میشن. مورد اول انتقال حرارت هدایت یا رسانش هست که بهش کاندکشن هم گفته میشه. در این صورت ما انتقال حرارتمون به واسطه ارتعاش مولکول های ماده منتقل میشه. به عنوان مثال اگر یک میله داشته باشیم و یک سر این میله رو گرما بدیم، این گرما باعث میشه که مولکول های میله دماشون افزایش پیدا بکنه و در نتیجه دچار ارتعاش مولکولی بشن. خب این مولکول ها انرژیشون یا همون ارتعاششون رو به مولکول های مجاور منتقل میکنه و این فرآیند اینقدر ادامه پیدا میکنه تا اینکه بالاخره انتقال حرارت در طول اون میله برقرار بشه. روش دوم روش جابجایی یا همرفته که بهش کانوکشن هم گفته میشه. در این روش عامل انتقال حرارت جابجا شدن جریان سیال یا به عبارتی ایجاد سرعت در جریان هستش، که خود جابجایی به دو بخش تقسیم بندی میشه. در جابجایی اجباری ما باید یک سرعتی رو به سیالمون بدیم
که باعث ایجاد انتقال حرارت جابجایی یا همرفت بشه. اما در روش جابجایی طبیعی یا آزاد ما سرعت رو به سیال نمیدیم، بلکه سرعت داخل خود سیال به واسطه اختلاف وزن یا همون اختلاف چگالی سیال به وجود میاد و در اثر همون سرعت انتقال حرارت جابجایی یا کانوکشن اتفاق میفته. اما مورد سوم، انتقال حرارت تابش یا تشعشع که بهش رادیشن هم گفته میشه، این مورد سوم مستقل از وجود ماده هستش و میتونه به کمک امواج الکترومغناطیس منتشر بشه. خب اگر بخوای معادله حاکم بر انتقال حرارت هدایت یا کانداکشن رو بنویسیم و از فرض ثابت بودن ضریب هدایت حرارتی استفاده بکنیم، به این فرم نوشته میشه. فرم کلی‌تر این رو قبلا تو معادلات حاکم گفته بودیم، ولی فقط کافیه که ما در اون رابطه عبارتهایی که سرعت درشون ضرب شده رو حذف کنیم، چون سرعت در واقع برای انتقال حرارت جابجایی استفاده میشه و این رابطه میشه رابطه حاکم بر انتقال حرارت هدایت. در مورد معادلات حاکم بر انتقال حرارت جابجایی اجباری، باید بگیم که وقتی ما یک مسئله انتقال حرارت جابجایی رو می‌خوایم حل بکنیم، در واقع باید جریانش رو هم حل بکنیم. پس در نتیجه ما باید معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی که قبلا اینا رو توضیح دادیم رو حل بکنیم تا بتونیم به پاسخ مسئله برسیم. در مورد جابجایی طبیعی یک حالا تفاوتی وجود داره، اونم این که خب معادلات که همون معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی هست، اما معمولا ما در معادله مومنتوم از فرضیه بوزینس برای تاثیر اختلاف وزن سیال استفاده میکنیم که این معمولا به خاطر اختلاف چگالی به وجود میاد. فرضیه بوزینس میاد چگالی رو تا به صورت تابعی از دما در نظر میگیره، به طوری که بتا در اینجا ضریب انبساط حجمی هستش و معادله‌ای که در جهت غائب، یعنی جهتی که شتاب جاذبه اثر میذاره، یک عبارت آخرش اضافه میشه به صورت جی بتا در تی ام ان های تی اینفینیتی. که تی اینفینیتی یک دمای مرجعی که معمولا دمای سیال دوردست مد نظر قرار میگیره. مفاهیم شبکه و مدل سازی رو در این قسمت میخوایم بررسی بکنیم. خب همونطور که قبلا هم گفتیم، ما باید یک شبکه بندی برای حل مسئله سی اف دی مون داشته باشیم. ما تا قبل از اینکه ما اصلا وارد محل مسئله سی اف دی بشیم، باید یک سری پیش نیازهای حل عددی رو انجام بدیم. اولین مورد اینی که ما مدل سازی هندسه رو انجام بدیم. اصلا قبل از اینکه به مرحله شبکه بندی برسیم، خب باید مدل اون مسئله‌مون رو ایجاد بکنیم. بعد از اینکه مدلمون رو ایجاد کردیم، میتونیم فضای مورد نظرمون که همون فضای حلمون هست رو شبکه بندی بکنیم و بعد از اون هم معادلات حاکم رو گسسته سازی بکنیم. به این قسمت که رسیدیم، حالا تازه ما میتونیم به کمک یکی از روش‌های CFD مسئله‌مون رو حل بکنیم. خب اما مدل سازی رو ببینیم که چی هستش. مدل سازی میتونه ساده باشه، یعنی مدل هندسی ما به عنوان مثال یک کانالی باشه که یک جریانی داخلش عبور میکنه. خب این مدل ساده‌ای داره دیگه، یک دیوار بالا و یک دیوار پایین داره. یا مثلا جریان عبوری از یک سیرند با مقطع مربعی. خب مدل ما یک هندسه مربعی شکله که فضای اطرافش رو شبکه بندی می‌کنیم و این هم مدل ساده‌ای هستش و راحت می‌تونیم این رو ایجاد بکنیم. اما گاهی اوقات هم مدل ما پیچیده است. مثلا فرض کنید که ما می‌خوایم یکی از پرهای یک توربین بادی رو مدل کنیم، یا مثلا فرض کنیم که یک توربین بخار رو می‌خوایم شبیه‌سازی کنیم. خب همونطوری که می‌بینیم، اینا هندسه‌های پیچیده‌ای دارن و گاهی اوقات لازم هستش که ما از یک سری نرم‌افزارهای جانبی برای تولید مدل یا مدل سازی هندسه‌مون استفاده بکنیم. خب شبکه‌ها یک تقسیم بندی دارم به نام شبکه باسازمان و بیسازمان. اول بپردازیم به بررسی شبکه باسازمان. شبکه باسازمان شبکه‌ایه که نقاط شبکه با یک نظمی در کنار همدیگه قرار گرفته باشن، به طوری که هر کدوم از نقاط شبکه به کمک یک سری اندیس برای ما شناسایی بشن. مثلا اگر هندسه ما دو بعدی باشه، هر کدوم از نقاط شبکه دو تا اندیس دارن. یک اندیس برای حرکت نقاط حول جسم که در این شکل به عنوان مثال داری می‌بینیم، و یک اندیس هم در جهت عمود بر هندسه ما وجود داره. بنابراین ما برای شناسایی موقعیت هر کدوم از نقاط شبکه کافیه بریم سراغ اندیس‌هاش و خیلی راحت می‌تونیم کار رو انجام بدیم. به همین خاطر کدنویسی جریان برای شبکه‌های باسازمان معمولاً ساده‌تر هستش. اما در مقابل شبکه‌های باسازمان، شبکه بی‌سازمان هم داریم. در این شبکه‌ها نقاط شبکه ارتباط مشخصی با همدیگه ندارن و یک تقریبا شکل بی‌نظمی ایجاد میکنن. به عنوان مثال برای این هندسه هم طور که میبینیم، نقاط شبکه ارتباط مشخصی با هم ندارن. یا مثلا این شکل دیگه، ما نمیتونیم برای هر نقطه از شبکه یک رابطه مشخصی داشته باشیم. معمولا مواقعی که هندسه ما پیچیده باشه یا به هر شکل ما نتونیم به صورت باسازمان شبکه بندی انجام بدیم، میریم سراغ شبکه‌های بی‌سازمان که طبیعتاً به لحاظ کدنویسی و
نوشتن معادلات هم نسبت به شبکه با سازمان سختتر هستند. علاوه بر این مورد ما یک نوع تقسیم بندی دیگه هم برای شبکه ها داریم که از نظر فاصله نقاط هستش. شبکه یک نواخت و شبکه غیر یک نواخت. شبکه یک نواخت شبکه‌ای که نقاط شبکه فواصلشون با هم دیگه برابر باشه. مثلا در جهت افقی تمام این نقاط ما فاصلهشون با هم برابر. به این میگیم شبکه یک نواخت. اما شبکه غیر یک نواخت شبکه‌ای که فاصله بین نقاط متغیر هستش. معمولا مواقعی که ما توی حلمون کمیتمون تغییرات زیاد داشته باشن. مثلا لایه مرزی نزدیک دیواره ها. یا مثلا فرض کنید تو جریان تراکم‌پذیر جایی که موج ضربی ایجاد میشه. ما نیاز داریم که به شبکه‌مون تراکم بدیم. و این باعث میشه که اولا ما در نواحی که تغییرات زیاد داریم بتونیم حل بهتری داشته باشیم و مورد دوم این که در تعداد نقاطی که برای شبکه بندی استفاده میکنیم هم صرفه جویی میشه. همونطور که قبلا هم گفته بودیم ما برای شروع حل عددی باید اول شبکه بندی یا مش بندی ناحیه حلمون انجام بدیم. در این قسمت ما میخوایم این کار رو با زبان برنامه‌نویسی فورتران انجام بدیم. خب اینجا ما یک سری کامپایلر رو معرفی کردیم برای استفاده از زبان فورتران که به عنوان پیشنهاد اینتل پارالل استودیو رو معرفی می‌کنیم که این رو باید روی محیط IDE معمولا ویژوال استودیو نصب کنیم تا بتونیم داخلش برنامه‌مون رو بنویسیم. ابتدا شبکه با سازمان بر روی هندسه‌های دو بعدی رو تولید می‌کنیم. به عنوان اولین مسئله شبکه بندی جریان در یک حفره گفته میشه یا کویتی که معمولا به اینها لید دریون کویتی گفته میشه و به این صورته که ما یک هندسه مربعی شکل داریم که داخلش یک جریان داخلی برقرار میشه. دیوارهای سمت چپ، راست و پایین که سرعت صفر دارند و سطح بالایی با سرعت ثابت حرکت میکنه و باعث میشه که اینجا یک جریان گردابه‌ای ایجاد بشه. طول حفره رو L و ارتفاعش رو H در نظر میگیریم. و اگر ما این شبکه رو بخوایم ایجاد بکنیم، مبدا مختصات رو این گوشه میذاریم، یعنی نقطه صفر رو با اینجا قرار میگیره. تعداد تقسیمات در جهت X رو برابر با M و تعداد تقسیمات یا تعداد نقاط البته بگیم در جهت Y رو برابر با این نقطه در نظر میگیریم. حالا وارد محیط کد نویسی فورتران میشیم و این کد رو برای ایجاد شبکه مینویسیم. وقتی وارد محیط میشیم یک اسم برای برنامه انتخاب میکنیم و اینجا میتونیم برنامه‌مون رو شروع کنیم به نوشتن. در ابتدا ما اسم متغیرهامون رو اینجا باید معرفی بکنیم. یک سری متغیر از نوع اعشاری داریم، مثلا ایکس و وای که مجهولات ما هستند، دیگه میخوایم نقاط رو مشخص کنیم. چون در واقع هندسه ما کارتزیان هست، ایکس و وای از همدیگه مستقلن، یعنی ایکس فقط به x رب به جهت افقی رب دارن و مستقل از y هستن و همینطور y هم مستقل از x هستن، بنابراین یک بعدی هستن. من اینجا یک دایمنشن، حالا یک بعدی یه دو نقطه که میذاریم به معنی یک بعدی در نظر میگیریم و میخوایم بعداً بهش تعدادی متغیر اختصاص بدیم و ساختار allocatable اینجا استفاده میکنیم. allocatable x و y. یه تعدادی هم متغیر داریم که اسکالر هستن، مثلا فرض کنین تقسیماتمون دلتا ایکس و دلتا وای. دلتا ایکس رو با دی ایکس و دلتا وای رو با دی وای نشون میدم. طول که ال بود و ارتفاعمون هم اچ که اینها رو به صورت ریل یا اعشاری گرفتیم. علاوه بر این ما یک سری متغیر صحیح هم ممکنه داشته باشیم دیگه و از ساختار اینتجر برای اینها استفاده میکنیم. خب ام و ان تعداد تقسیمات خب عدد صحیحه و همینطور شمارنده های آی جی که برای حلقه تکرار بعداً میخوایم ازشون استفاده بکنیم. در اینجا ما باید حالا که اینا مشخص شده تعداد ام و ان رو مشخص بکنیم. اینکه ببینیم که چه تعدادی نقطه میخوایم بدیم. من یه تعداد C برای N و M در نظر میگیرم، چون مربعی هست اینا هر دو رو برابر میگیرم. M C تا نقطه و N هم C تا نقطه. طول رو برابر با 1 و همینطور ارتفاع کویتی چون مربعی شکل هست اونم برابر با 1 در نظر میگیریم. حالا اینجا که MN مشخص شده باید با دستور allocate این تعداد متغیر رو به X و Y نسبت بدیم. X که M تا متغیر داره، Y هم N تا متغیر. بنابراین این کار رو انجام دادیم. در مرحله بعدی باید دلتا ایکس و دلتا وای مشخص بشه. خب دلتا ایکس برابر میشه با طول تقسیم بر تعداد. خب تعداد ام مون تا باید یکی ازش کم کنیم، چون همونطور که میدونیم تعداد تقسیمات همیشه یکی از تعداد نقاط کمتره. پس دی ایکس میشه ال تقسیم بر ام منهای. مشابه این روند رو برای دی وای هم انجام میدیم که میشه اچ تقسیم بر ان منهای 1. پس این شد دی ایکس و دی وای. حالا یک حلقه تکرار می‌نویسیم، آی از 1 تا ام، برای x از اندیس i و برای y از اندیس j استفاده می‌کنیم و x و y رو حالا می‌تونیم پیدا بکنیم. x i برابر میشه با d x ضرب در i منهای 1. اینم دقیقاً به همین صورته که یکی ازش کم می‌کنیم، چون i از 1 شروع شده و در مبدأ مختصات ما x مون صفره. پس i رو اگر 1 بذاریم 1 منهای 1 میشه 0. همینطور اگر به نقطه آخر توجه بکنیم و m بذاریم m منهای 1 از اینجا با این m منهای 1 d x صورت و مخرج ساده میشه و x نهایی ما l که باید هم همینطور
باشه. خب من این حلقه رو میبندم، مشابه همین رو برای y هم مینویسیم، منتها اسمش رو میذاریم j که با x متفاوت باشه. اینجا مینویسیم y j برابر است با d y ضرب در j منهای 1. خب بعد اینجا باز حلقه تکرار رو میبندیم end do. به همین راحتی ما تونستیم مشبندی یا شبکه بندیمون رو انجام بدیم، ولی این پایان کار نیست چون ما باید نتیجه کاری که انجام دادیم رو ببینیم دیگه. پس یک فایلی رو ما ایجاد میکنم با دستور اوپن، یک شماره دلخواه اختصاص میده، یک میذارم و همینطور یک اسمی برای فایل ما که من اسم فایل رو برابر با میذارم گرید به معنای شبکه، یه پسوند PLT هم براش میذارم چون قرار هستش که من از نرم افزار تکپلات برای نمایش مش استفاده کنم و پسوندش PLT هستش، خب اینطوری کار راحت تره. علاوه بر این ما باید یک سری اطلاعات رو به تکپلات بدیم. یک دستور رایت رو می‌نویسیم برای وارد کردن اطلاعات در فایل، شماره فایلی که بالا دادیم یک اینجا می‌نویسیم، یک ستاره می‌ذاریم، این برای مشخص کردن فرمت فایلمون، تا اینجا تو نمی‌خوای فرمت بدیم به داده‌هامو ستاره می‌ذاریم. خب متغیرهامون رو داخل تکپلات باید تعریف بکنیم، variables مساوی هستش با x و y، این دیگه به این صورت نوشته میشه x و y که داشتیم. علاوه بر این باید به تکپلات بفهمونیم که ما می‌خوایم یک مش دوبعدی ایجاد بکنیم، پس باید یک زون براش در نظر بگیریم، می‌نویسیم زون i مساویه. خب فقط یک مسئله که هست اینه که فورترن برخلاف خیلی از زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه اول سطر و ستون رو نمیگیره، اول ستون رو میگیره بعد سطر، برعکس. به همین خاطر من باید i رو مساوی n قرار بدم، یعنی برعکسش کنم و j رو مساوی m قرار بدیم به این صورت. یعنی i که قبلا m بوده باید جابجا کنیم، چون همونطور که گفتم فورترن این کارو برعکس انجام میده. حالا که این کار انجام دادیم دو تا حلقه تکرار می‌نویسیم، یک و n، یک دوی دیگه j مساوی 1 و n، و حالا اینجا میایم دستور رایت رو استفاده می‌کنیم تا x و y رو توی فایل برای ما مشخص بکنه و اونا رو رایت کنه برای ما. یک و ستاره x i و y j. خب حالا میایم حلقه هامون رو می‌بندیم، end do، دو تا می‌نویسیم چون دو تا حلقه داشتیم. بعد فایلی که باز کردیم رو میبندیم، فایل یک با دستور کلوز بسته میشه و علاوه بر این ما یک دستور پاوز هم میبیسیم به خاطر اینکه میخوایم اون صفحه خروجیمون رو برای ما نگه داره و زود بسته نشه. خب استارت رو میزنیم که برنامه‌مون کامپایل بشه. خب این ظاهرا یه ایرادی اینجا بوده، بله این تقسیمش از قلم افتاده که اینجا اضافه میکنیم، دی وای اچ تقسیم بر ال منهای یک، برنامه رو اجرا میکنه و اروری نداره و همونطوری که میبینیم صفحه اجرا باز میشه. خب من اینتر میذارم، صفحه بسته میشه و در اون پوشه ای که این کد فورترن رو ایجاد کرده بودیم یه فایل گرید با آیکون تک پلاس ظاهر شد. اگر من اینو بازش بکنم میتونم مشی که تولید کردم و اینجا ببینم. خب این کار انجام میدیم، این فایل رو دوباره کلیک میکنیم تا باز بشه، این قسمت شید رو برمیدارم و مش رو فعال میکنم. همونطوری که میبینیم مش ما اینجا به همون صورتی که توضیح داده بودیم ایجاد شد. پس این شد تولید مش برای یک کمیتی. البته اینو میتونیم با یک تغییر جزئی به هندسه‌های دیگه هم تبدیل کنیم، مثلا فرض کنیم که میخوایم جریان داخل کانال رو مش بندی کنیم. اینجا یه تغییرات خیلی جزئی احتیاج داره، مثلا طول کانال رو میگیریم به عنوان مثال به جای L15 چون کانال طولش بیشتر از ارتفاعشه، حالا تعداد تقسیماتش هم بیشتر میکنم مثلا 100. در این صورت ما میتونیم به جای یک کویتی یک داکت یا کانال داشته باشیم. حالا اگر من اینو به مجدد بازش بکنم روی همون فایل قبلی چون ذخیره شده، میبینیم که مثل یک کانال شده دیگه، سمت چپ ورودی سمت راست خروجی، بالا پایین هم میتونن دیوار باشن. همچنین این میتونه یک فلت پلیت باشه، مثلا خط پایینی یک صفحه تخت افقی باشه و یک جریان خارجی بخوایم حل بکنیم و این بالا دامنه حل ما باشه. بنابراین میتونه برای مسائل مختلفی از این هندسه ها در واقع استفاده بشه. خب اینو که توضیح دادیم، همینطور شبکه بندی جریان در کانال که دیدیم خیلی راحت این اتفاق افتاد. حالا علاوه بر این موارد ما میتونیم شبکه‌های دو بعدی رو روی هندسه‌های پیچیده‌تر هم انجام بدیم، مثلا شبکه‌بندی جریان عبوری از روی یک برآمدگی. فرض کنید یک سطح زمینه و یک برآمدگی نیم دایره داریم که این به صورت سه بعدی یک نیم استوانه هست که در عمق حالا اکسترود شده و ما کافی یک دامنه محاسباتی به این اختصاص بدیم و این جریان خارجی رو شبکه‌بندی کنیم. برای این کار ما میتونیم از این نقطه یک نیم دایره ایجاد بکنیم و یک دامنه محاسباتی تولید کنیم. این که حالا نیم دایره در نظر گرفتیم باعث میشه که شبکه بهتری به ما بده. اگر اینجا رو مثلا مستطیلی در نظر می‌گرفتم شبکه خوبی به ما نمیداد. مشابه همین این دایره داخلی مون تا با یک شعاع بزرگتر در نظر می‌گیریم. پس یک R1 داریم اینجا، یک R2، دو تا انگار نیم دایره داریم که ما این ناحیه رو می‌خوایم شبکه بزنیم. مون تا تفاوتی که این مسئله با مسئله قبلی داره اینه که اینجا دیگه مسئله کارتزیان یا دکارتی نیست. X و Y اینجا به هم وابستن و مستقل از هم
نیستن. خب اگر بخوام این وابستگی رو ایجاد بکنم، اینجا باید به صورت ماتریس دوبعدی در نظر بگیریم. x و y دیگه مستقل نیستن چون با هم دارن تغییر میکنن. و همینطور اینجا تو allocate اینا میشن m و n. اینجا دیگه در واقع مختصات ما شده انگار استوانه‌ای دیگه، چون مختصات استوانه‌ای رو اینجا داریم به کار میبریم. m و n. خب من این تعداد رو همون سیتا میذارم. اینجا اسم متغیر عوض میشه چون دیگه x و y نداریم، r و تتا داریم. البته این x و y حالا اینجا میتونیم تغییر ندیم، ولی dx dy رو میتونم به جاش بذارم dr و d تتا. همینطور l و h. l و h دیگه نداریم، یک شعاع داخلی داریم که r1 میگیریم، یک شعاع بیرونی اسمش r2 در نظر میگیریم. m و n که سر جای خودش، اینجا باز r1 رو من میگیرم نیم، به خاطر اینکه میخوام اون نیم استوانه داخلیم قطرش یک باشه، اینو میذارم نیم. همینطور دامنه محاسباتی که R2 هست رو من شعاعش رو 2 در نظر میگیرم. اینا دیگه به بستگی به مسئله ما داره دیگه، میتونه R2 خیلی بزرگتر باشه، مثلا 20 باشه، ولی ما فقط هدفمون اینه که این مش رو تولید بکنیم. خب DX و DY که طبیعتا اسمشون عوض میشه، DR داریم و اینجا دیگه باید مشخص بکنیم که این فاصله ما چی هستش. مسئله که اینجا وجود داره این که خب این DR روی چی هستش؟ روی R2 هست دیگه، این شعاع بیرونی ما هست. R2 تقسیم بر MMN های 1. فقط اینکه این که m و n چی باشه رو من ترجیح میدم که تعداد تقسیمات رو در جهت شعاعی اسمشو n بذارم، هرچند فرقی هم نمیکنه اینکه m و n رو چجوری در نظر بگیریم، اینو من اسمشو n میذارم و اون تقسیمات زاویه‌ای رو که دیگه تتا هست رو روی m نسبتش میدم. فقط مسئله که هست اینکه اینجا دیگه h نداری، اینجا دیگه تتا زاویه است. باید ببینیم که نیم دایره چه زاویه رو طی میکنه. خب میدونیم دیگه نیم دایره زاویه‌اش از 0 تا 180 ده. پس باید پی رادیان داشته باشیم، یعنی پی تقسیم بر ام منهای 1. ما زاویه رو تقسیم میکنیم، حالا که اینطور هست ما باید پی رو هم معرفی بکنیم. پس من یه پی می‌نویسم، پی داخل فورتران تعریف شده نیست، یعنی ما باید این کار رو انجام بدیم. پی رو میتونیم برابر با آر کوسینوس منفی 1 در نظر بگیریم که آر کوسینوس منفی دقیقاً برابر با پی میشه و این تقسیمات رو اینجا داریم. علاوه بر این اینجا دیگه ما باید حلقه هامون رو تو در تو بنویسیم، به خاطر اینکه x و y دیگه از هم دیگه مستقل نیستن. آی و جی رو داخل هم دیگه می‌نویسیم، این وای رو هم می‌بریم داخل حلقه‌ای که قبلا نوشته بودیم، برای ایکس و وای دو تا به کار می‌بریم، اینا رو درست می‌کنیم چون دیگه اینا دو بعدی هستن، باید آی و جی باشن. و اما این قسمت ما یک دی آر داریم. دی آر که گفتیم آر رو خب به ان نسبت دادیم، اسم عدسش رو می‌خوایم بذاریم جی دیگه، اینو می‌ذاریم جی. ضرب در چی؟ خب ما می‌دونیم دیگه تبدیل مختصات‌ها به این صورته که ایکس برابر میشه با آر کوسینوس تتا و وای میشه آر سینوس تتا. تبدیل قطبی یا استوانه‌ای رو بخوایم به دکارتی تبدیل کنیم، پس اینو می‌نویسیم ضرب در کوسینوس. خب تتا چجوری میشه؟ دی تتا ضرب در آی منهای 1. فقط این نکته که وجود داره اینه که ما باید اون شعاع داخلیمون رو باهاش جمع بزنیم، چون اگر این کارو نکنیم در واقع نیم دایره توپر رو برای ما مش میزنه. پس آر 1 به اضافه دی آر ضرب در جی منهای این ضرب در کوسینوس تتا میشه. خب اینو کافیه کپیش کنیم برای وای و به جای کوسینوس سینوس بذاریم و به این صورت ما الان تونستیم این مش رو برای اون نیمداره ایجاد بکنیم. تغییراتی که توی قسمت رایت هم داری فقط اینی که من اینجا به جای آی جی بذارم دیگه، چون اینا دیگه به هم دیگه وابسته شدن. خب یه بار اجراش میکنیم ببینیم اگر ایرادی نداشته باشه که برنامه ما اجرا میشه. ولی خوشبختانه برنامه‌مون اجرا شد، خطایی نداد. حالا بریم نتیجه رو اینجا مشاهده بکنیم. من چون روی همون کد دارم انجام میدم دیگه، همون فایل قبلی رو ریپلیس میکنم. بله همونطور که میبینیم یک مش اطراف یک نیم دایره ایجاد شده، یعنی یک جریانی از چپ به راست میاد، از روی این عبور میکنه و رد میشه. این دامنه محاسباتی هم که براش در نظر گرفتیم. حالا روی همین هم میشه خیلی کارها کرد. به راحتی میتونیم اینو تبدیل کنیم به یک استوانه کامل به جای یک نیم استوانه، یعنی جریان عبوری از یک استوانه. خب برای این کار باید چه کار کنیم؟ برای این کار زاویه رو عوض میکنیم. خب 0 تا 2 پی که مال نیم دایره بود کافیه، 0 تا پی بود دیگه، اینو ضرب در 2 کنم بشه 0 تا 2 پی، یعنی میشه یک 360 درجه کامل. در این صورت ما میتونیم یک شبکه اطراف یک استوانه کامل داشته باشیم. خب من اینو دوباره ریپلیسش میکنم و بازش میکنم. بله همونطور که میبینیم یک جریانی میتونه روی استوانه برقرار بشه، جریان خارجی استوانه داریم، یک دامنه محاسباتی داریم که گفتم میتونیم اینو بزرگتر هم در نظر بگیریم. پس کارهای مختلف روی این میتونیم انجام بدیم. اما بریم سراغ در واقع این که چه کارهای دیگه روی اینها میشه انجام داد. ما میتونیم این شبکه ها رو بعداً غیر یک نواختش هم بکنیم، چون همونطور که میدونیم ما دوست داریم نزدیک 100 شبکه ریزتر بشه و دور از 100 شبکه درشت‌تر باشه. اینو در حالا ادامه توضیح خواهیم داد.